راستیاتش کاک مراد، این رفیق ما یه خورده به هم ریخته است، حقم داره البته با این شرایطی که پیش. بذار من اصلا اصل قضیه رو واسه تون بیشتر اصل قضیه رو شنفتم جوان، آمدین زمین بخرین زراعت کنیم. شنفتم، حرفام هم گفتم، گفتم چیزی بکار که بتوانی درو کنی. تمام شد و رفت. ما اینجا از کسی چیزی نمیپرسیم، اسم مهمان را هم نمیپرسیم. مهمان فقط یک اسم داره، مهمان. آمدنش برکت، حرمتش واجب. بیشتر از این هم چیزی نمیخوام بدانم، مگر اینکه کم و کسری داشته باشین که مدیونین اگر به خود من نگین. چشت حاضر، زودتر بیاییم. اینا دیگه چجور آدم هایی هستن؟ همون جوری که باید باشن، همون جوری که یه عمری هستن. من که باورم نمیشه یه چیزی تا این قضیه هست. آره هست. خب چی؟ ما نه از دنیا مردمش خبر داریم نه از مردم خودمون. راه تو بیار. یه چیزی بگم، تو که یه ریز داری میگی، حالا چی شده واسه این اجازه میگیری؟ چیز جدی. تو مگه حرف جدی هم حالیت میشه؟ بابا یه دقیقه وایسا، یه چیزی ته دلم میخوام بهت بگم. خب بگو. میدونی تو بعضی از این فیلم ها یه چیزی هست که هر وقت میبینم بغض میکنه، بهش میگن رفاقت. دو تا آدم که واسه هم جونشونو میدن، از عزیزترین چیزاشون واسه هم میگذرن، رو اسم هم قسم میخورن، واسه هم زیر و رو نمیکشن، واسه هم سوسه نمیان، حتی به هم حسودی هم نمیکنن. گاهی وقتا انگار دنیا رو برای هم میخوان. اما باور میکنی این چیزا رو فقط تو فیلم ها دیدم؟ نه تو محل، نه تو مدرسه، حتی تو پادگان هم یه همچین رفاقتی ندیدم. واسه همین به خودم گفتم محمد، گشتم نبود، نگرد نیست. برو عشق همون فیلم هایی رو ببر که اگه توش رفاقتی هم هست، حتی اگه قصه، حتی اگه دروغ، اما قشنگه، خیلی هم قشنگه. اما حالا فکر میکنم نه، انگار تو این چند روز یه رفیق راست راستکی تو زندگیم هست. آخه بچه تو هیچی بر من کم نذاشتی، هیچی، میفهمی؟ فقط اینو میخواستم بهت بگم که بدونی از همین حالا تا آخر عمرم، تا وقتی زندن نوکرت. سخنرانی تموم شد؟ نزن رو شوخی دیگه، یه بار حرف دلمو برات زدم، نزن رو حساب شوخی. دلم برات خیلی تنگ میشه، عین مامانم و بابام و ستایش. دلم واسه تو به اندازه اونا تنگ میشه. یه چیز دیگه بگم؟ وای من که بازم هست. راستش اینه که من از پادگان جیم زدم، دوست نداشتم بمیرم. من دلم نمیخواد بمیرم. معلومه هیچکی دلش نمیخواد بمیره. به نظرت من ترسو هم نه؟ نه تو خری. حالا یه خریتی نشونه. محمد ببین، محمد شوخی با من نکن، میگیرم بسرم لیت میکنم. من خرم محمد. مامان هی دونه میریزی کفترها رو جمع میکنی، اون پشت پر شده از فضله کبوتر. اینا هم مخلوق خدا، خودم فضله هاشونو جمع میکنم. مامان یه ذره به فکر بابا باش، از دیروز ساله یک کلمه حرفم نزده، چپیده تو کارگاه، بازارم نرفته. خودم کم غم دارم. انشالله خبر خوش میشنوید. چجور خبری؟ چه میتونم، همین جوری گفتم یه خبر، همین جوری گفتم. یه
کیه این وقت صبح؟ نمیدونم، من باز میکنم. نه، من خودم در وا میکنم. حتما منیژه خانومه اومده نمره یه دخترشو پیشا پیش بپرس. تو این ظرفا رو ترتیبش بده. سلام آج خانم. سلام آج خانم. سلام آج خانم. سلام علیکم. سلام. آج آقا تشریف دارن؟ بله. هستم. میشه بیایم تو؟ نمیخوام در رو همسایه، یعنی اگه اجازه بدید دو کلم باهاشو حرف دارم. بله بفرمایید، منزل خودتونه. یا الله، تو کارگاه هستم. بفرمایید. سلام آجا. سلام. یا الله. سلام آجا. سلام علیکم. سلام آجا. سلام آجا. سلام، بفرمید. مامان برو چای تازه کن. زحمت نکش آش خانم، صرف شده. شما برید چای را آماده کنید. اجازه بدید باشن آجا. چند تا سوال از شاید خانوما بتونن کمکی بکنن. اهل خونه من برای سوالی که من نمیدونم چیه، چه کمکی میتونم شما کنم آجا؟ تلخی نکنید آجی نادری. ما رفیق 40 ساله ایم. من نه مأمورم، نه بازجو، نه سر پیاز، نه تای پیاز. اومدنم فقط واسه حرمت شماست. سید رضا هم که شاید خودت بوده. یه چند تا سوال دارم. شرم و حضور داشت که بیاد. واسه همین من اومدم. اومدم تا مهمان باشم نه مأمور. بر من فرق نمیکنه هر کدوم باشید. قدمتون رو چشم. باشید. خب حالا چاییتون رو الان صرف میکنید یا میذارید بعد از اینکه سوالاتون رو کردیم؟ ای حاجی، طوری حرف میزنی که انگار خدای نکرده خلافی کردین. این حرفا چی آجی؟ اگه خلاف نکرده بودم این وقت صبح سید رضا ایشون شما اینجا چیکار میکردی؟ تا یادم میاد در این خونه همیشه باز بود و از هیچ کم نپرسیدن چیکار دارید. معذرت میخوام، میترسم زور شو و سر اون به تعارفات شما گرم شه. رفاقت شما و ارادت آسد رضا خدمت شما همه سر جاش، هم قشنگه هم محترمه، اما حق با شماست. ما مأموریم و اومدیم دنبال چند تا جواب. بفرمایید. سوالتون رو مطرح کنید. آجا ببخشید، شما هیچ میدونید پسرتون کجاست؟ تا اونجایی که میدونم تو این خونه نیست. چه مجوز داشته باشین یا نداشته باشین برام فرقی نمیکنه. بهتون اجازه میدم خونه رو بگردیم. ما میدونیم اینجا نیست. شما آقایی به نام فردوس میشناسین؟ طاهر فردوس. آجاها شما متوجه سوالشون شدید؟ بله فهمیدم. اون دوست پسر منه. در دوران سربازی هم سرگروبانش بوده. میدونستم. مامان. شما چی رو میدونستی خانم؟ مادر تا اینجا ببر بیرون. یه لحظه اجازه بدین. پرسیدم شما چی رو میدونستی؟ این چه بساطی حاج نصرت؟ اینا دارن از عهد و عیال من بازجویی میکنن. ما داریم به اهل و عیال شما کمک میکنیم. ما میخواییم قبل از اینکه بلایی سر پسرتون بیاد اونو پیداش کنیم. کوتاهی کردم. پسر شما با آقای فردوسه. کوتاهی کردم. آقای فردوس اونو با خودش برده ارومیه. خدا ازم نگذره. ما میترسیم مقصدشون اونورتر از ارومیه باشه. مامان. میخواییم ببینیم قصه چیه. نقش این پسر این وسط چیه؟ چرا این کارا رو میکنه؟ مادر تا اینجا ببر بیرون. خدا من رو بکشی. دو شب پیش تو ایست و بازرسی هر دوشون از ماشین پیاده میکنن. طاهر فردوس با افسر اونجا آشنا در میاد، زبون بازی میکنه و آخر سر با عنوان کمک به پیکی که ماشینش اونجا خراب شده بوده اونو با خودش همراه میکنه.
همین پیک میشه جواز عبورش از همه ایست و بازرسی های مسیر. صبح زودم پیک و جلوی مقر هنگ پیاده میکنن و هر دوشون غیب میشن. سوالتون از من چیه؟ آجا این طاهر فردوس چقدر میشناسی؟ همون اندازه‌ای که همه پدرها دوست پسرشون رو میشناسن. ولی ظاهرا همونقدر هم نمیشناسینشون. جرم من اینه که پدری سرباز فراری هم یا پدری که رفیق پسرش رو خوب نمیشناسه. کدومشون؟ هیچ کدوم حاج آقا، دور از جون. خدا نکنه شما مجرم باشین، ما هم همچین فکری نداریم. پس این سوالا چیه؟ داریم سعی میکنیم، شاید هنوز بتونیم کمکش کنیم. شما راجبه طاهر فردوس سوال میکنید؟ پسر ما از سربازی فرار کرده، اون وسط چیکار میکنه؟ ما احتمال میدیم، البته فقط احتمال میدیم، که این پسره طاهر فردوس توی جرم فراری دادن پسرتون از مرز دست داشته باشه. که اهمیت قضیه اینجاست که اگه اینطور باشه میخوایم بدونیم این قضیه چقدر ریشه داره. یعنی این آقا تا حالا چند نفر از مرز فراری داده؟ از قرار تون با 15 تا ماشین دیگه اول جاده قدیم قم، بعدش هم میری نوار. برو به سلامت. سلام علیکم. سلام آقا. سلام علیکم. برو سر کارت. خشم آقا. ببخشید آقا، دو نفر اومدن با شما کار دارن، دو تا مامور. مامورای شهرداری خونه زندگی ندارن؟ نه آقا، مثل این که اینا مامورای شهرداری نیستن، تو اتاق نیستن؟ نه خیر. یه بام بلا سلام. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. سروان محمدی هستم. اکی اگه اونو در آوردی که من ببینم، من هیچی ندیدم. معذرت میخوام. بفهمید. بفرمین. بفرمین بشینین. صفایی به فرامرز بگو یه چند تا چای بیاره. بله. خیلی ممنون. صرف شده. ببخشین. میشه یه چند لحظه؟ صفایی بیرون باش، درم ببند. چشم. بفرمین بشین. خیلی ممنون. راحتم. خب چه خدمتی از دست من برمیاد؟ چند تا سوال دارم خدمتتون. بفرمایید. میدونی پسرتون کجا رفته؟ پسر بزرگ من صابر هم اینجا. صابر؟ نه، منظورم اون یکیه. طاهر. طاهر ارومیه است. میدونین کی رفته؟ دو سه روزی میشه. دو سه روز. میدونیم برای چی رفته؟ رفته کارت پایان خدمت شو بگیرم. مطمئنی؟ از چی؟ این که رفته ارومیه کارت پایان خدمتشو بگیره. ببین سروان، پسر من هیچ وقت دروغ نمیگه، هیچ وقت هم دروغ نگفته. وقتی میگه میرم ارومیه یعنی میره ارومیه. وقتی میگه میرم ارومیه کارت پایان خدمت رو بگیرم یعنی میره ارومیه کارت پایان خدمتشو بگیره. افتاد؟ بله افتاد. بسیار خوب. این پسری که به شما دروغ نمیگه خودش بهتون گفته که میره ارومیه کارت پایان خدمتشو بگیره؟ خب نه، اینو نگفت، فقط گفت میره ارومیه. اما خب معلومه برای چی میره ارومیه دیگه. مطمئن این برای کار دیگه ای نرفته؟ چه کاری؟ نمیدونم، چیزی غیر از این که شما میگین. مثلا ممکنه به سر شما یه آلودگی هایی داشته باشه که شما نمیدونین. آلودگی؟ بله، یا
یه کار غیر قانونی، خلاف. ببین سروان، من نمیدونم تو ستاره داری چند تا داری، قبه داری چند تا داری، نشون داری یا نداری، اما یه چیزی میدونم. من یه پسر دارم که تو هزار هزار جوونی که تو زندگیم دیدم تو پاکی و درستی یکه، یک. حالا یه کسی بخواد انگ خلاف و ملاف روش بچسبونه، کلایی که نداری میره تو هم. آقای فردوس، میدونین این روزا تو مملکت چه خبره؟ چه خبره؟ جنگ. احتمالاً خبر دارین. لکی احتمالاً شما وقتی از در این میدون اومدی تو، دو تا کامیون گندره دیدی اونجا که تا خرخرش پر میوه تازه و نوبرونه است. اینا از در این میدون که میرن بیرون، سیخک گازشو میگیرن تا خود اهواز. اینا رو بچه های میدون میفرستن که با هم جز بشیم. احتمالاً میدونم توی مملکت چه خبره. افتاد؟ پس مشکلی نداریم. حالا که شما میدونین این روزا تو مملکت چه خبره و آدمای نظامی و غیر نظامی چقدر گرفتاری دارن، ما هم به اندازه کافی انقدر مشکلات داریم که بخوایم بی خودی مزاحم شما نشیم. بنابراین حالا که اینجاییم حتما کار مهمتری هست، مهمتر از اونی که بخوایم به شما و پسرتون انگ خلاف بزنیم. حرف حسابتون چیه؟ این حرفا را کجا در میارین؟ دنبال چی هستین؟ آقای فردوس، شما مطمئنین پسرتون با آدمایی که تو کار قاچاق آدم هستن ارتباط یا معاشرتی نداره؟ باز چی؟ اون خدمتشو تمام کرده. اگه بخواد هر جای دنیا بره میتونه آزاد بپره. اگه بخواد یکی از مرز رد کنه چی؟ طاهر بخواد یکی از مرز قاچاقی رد کنه؟ بله. واسه چی؟ نمیدونم. زکی نشد دیگه، نشد. ببین آدم که کار بی خود نمیکنه، هر کاری یه قیمتی داره. حالا این کار نه، هر کاری. تو میدونی من اینجا تو این میدون چند تا حقوق بگیر دارم؟ همین از سایه حی و حاضر، نه بیرون تو شهرستونا، نه تو دبی، همینجا کف این میدون 300 تا نونخور دارم. حالا میشه به من بگی واسه چی پسر من با این اوضاع احوال باز یک چنین خلافی بکنه؟ واسه چی؟ آقای فردوس، چون جواب اینو نمیدونیم، خواستیم از شما کمک بگیریم. البته یه احتمال قریب به یقینم میدیم. چی؟ پسر شما داره به یکی کمک میکنه که از مرز فرار کنه، اونم یه سرباز که از خط و میدون جنگ فرار کرده. تا اینجاش یه جرمه، اما موضوع مهمتری هم هست. چرا چیستان ردیف میکنی؟ وقتی این پسر، یعنی پسر شما، مشکل مالی نداشته باشه، منفعت این کار اصلا براش مهم نیست. پس مسائل مادی رو میذاریم کنار و میرسیم به تنها دل مشغولی که امروز در مورد جوونامون داریم، و اونم اینه که پسر شما تحت تأثیر حرفا و القاعات کسانی قرار گرفته باشه. چه کسایی مثلا؟ ما نمیدونیم آقای فردوس. شما رفت آمد پسرتون و معاشرینشو میشناسین؟ همه شنو از دم همه رو؟ راستش واسه یکی از رفیقام یه گرفتاری پیش اومده. گرفتاری تو یا گرفتاری رفیقه؟ آقا جون، رفیق. مالی سنگینه. آره آقا جون، سنگینه. با مرتله چی هستی؟ آقای فردوس،
آقای فردوس چیزی یادتون اومد؟ شماره کن بفرست نیرو. صورت تجهیزاتیه که باید بفرستن گردان. خیلی سریع. بله قربان. جناب سروان شریفی هم تشریف آوردن. بگو بیان تو. بله. بفرمایید تو جناب سروان. شریفی. بله قربان. از این پسره سرباز فراریه. اسمش چی بود؟ محمد نادری. خبری نشد؟ نجاب سرنگ. از اون رفیقشی؟ از اون هم همینطور. مخبراتو بفرستی سر و گوشی آب بدن. بیشتر دوروبر اونایی بگردن که سوء سابقه دارن. اینا اینجا یا آشنا دارن یا از جایی سفارش شدن. به خصوص اون یکیشون، اون منقضی خدمت اسمش چی بود؟ طاهر فردوس. این قضیه باید هرچه سریعتر روشن بشه. این پسره تا دیروز وسط نیروهای ما بوده، میفهمی؟ من باید بفهمم این پسره تا چه حد آلوده این قضیه شده. همین. اطاعت هم. خبتی زور هتون بزن آنکان؟ اره اولا خبتی زور هم. مالی که خیشی هم کنم. خیش که چایی بینه دی. وقتی هشکی بزن آنکان. بخواه زنجا این نمروانه بون. جسم اینجا شیر را خودمان میدوشیم. کره را خودمان میگیریم. پنیر را خودمان میسازیم. نان را هم خودمان میپزیم. خواهی را خواهی. چیز کنی به طرف درکا؟ کره و عسل. عسل بذار براشان. ممنونم کاک مراد. همه چی از دستم میرسه. این رفیقت نمیاد ناشتا؟ چرا میاد؟ یه خورده خوشخوابه. تو کاراشم فسفسیه میاد. کار دنیا برعکس. تا جوانی و هزار کار داری همش خوابی. وقتی که پیر میشی و هیچ کاری نداری چشم بر هم نمیتوانی بذاری. توی ده حروسیه. آها امروز؟ هفت روز. امروز روز هفتمه. امروز عروس را میبرن خانه داماد. ببینم اینجا صبح عروسی میگیرن؟ صبح نمیگیرن. از صبح میگیرن. تا یه دقیقه بیا. چی شده؟ خب بیا تو بشین. خب چیه؟ چی شده؟ بیا ناشتا بخور رو لگیان. دمیگم یه دقیقه بیا. کارت دارم. ببخشید. نیست دیگه، حالا که نیست. مگه میشه محمد؟ چرا نمیشه؟ کی از اونم طلا میذاره؟ ساکت باش. دیگه نیست چی نگم. بیچاره شدم بابا. همینجوری گشتی تو؟ چرا نگشتم؟ خودم دروردم گذاشتم تو جیبم. از جیبم دروردم گذاشتم تو ساک. نگفتم یه کلکی است. نگفتم یه کاسه زیر نیم کاسه است. نگفتم همه چی بازی. بابا دارو ندارم و بردم. محمد آروم باش. این جیبینه. محمد. محمد بیا دیگه. بگو قشنگ برای من بگو ببینم کجا گذاشتی. بها میگم بابا طلا رو از تو کیفسیای در آوردم گذاشتم تو همین جیبم. از جیبم در آوردم گذاشتم این تو. آه نیست که نیست. نیست چی شده جوان؟ شما بفرمایید کاک مرا بذار حرفشو بزنه. چی شده؟ طلاهامو بردن. طلاهامو بردن. طلاهاتو؟ آره همه دار و ندار خواهرم. هر چی که بهم داده بود از ونیکود پر قنداقش بگی تا انگشتری که بابام واسه شده اولیش گرفته بود همه رو بردن. آرام باش با قربان. اینجا چیزی گم نمیشه. گم نمیشه؟ پس کو؟ گم نمیشه؟ پس کجاست؟ همه جاره گشتی؟ بابا میگم تو ساکم بود. بایستی درش آورده باشی.
زیر دوشک، متکا، بالش. حواست جمع کن کره. حواسمو جمع کنم. حواسمو جمع کنم. این مالش. این مالش. این پتو. این لاف. این چیز. بردنش. محمد یه ذره آروم باش. انقدر قشقرق را ننداز. بارو بونتو دیدی؟ ای بابا من دارم میگم. دیدی؟ نه خیلی ندیدم. نگاش کن. بگردش. ساک؟ اینم از ساک. اینم از بارو بونه. نیست که نیست. سگند آرام باش جوان، بیا ناشتاتو بخور. یه دفعه نشده کار درست بکنم، یه دفعه نشده یه حرف درست بزنم. همش گند، گند پشت گند. یه کار واسم بکن تاهر. به جون مادرم این آخرین باریه که چیزی ازت میخوام. چی کار کنم محمد؟ یه جوری از دلش در بیا. آخه کاری که تو کردی اصلا من میدونم، میدونم افتضاح کردم، افتضاح کردم. نفهم برو بهش بگو غلط کردم، شرمندم. خب این داره خودت برو بهش بگو. میخوای یه خطیه دیگه بار بیارم؟ من که حرف زدم بلد نیستم. تو خوب بلدی سغرا کبرا ببافی، به دریا بزنی، به سر را بزنی، ریز و درشت رو به هم بدوزی. برو بهش بگو من دیوونم. برو بگو عقلم کمه. از هرچی دلت خواست بهش بگو. هم میخوام بدونه یه دنیا شرمندشم. آقایی کرد نزد تو گوشم، همین شرمنده ترم کرد. خیلی خوب، همینم باش حرف میزنم، همین سغرا کبرایی که میگی میچینم. فقط تو بیا بهش بگو شرمندم. خب نوکرتم طاهر، به خدا نمیدونم اگه تو رو نداشتم چی کار باید میکردم. از یه خر دیگه کوله میگرفتی. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. شرمندم کاک مراد، میدونم الان گفتنش فایده ای نداره، ولی خب محمد خودش هم از این ماجرا واقعا شرمنده است. ما با اجازتون امروز رفع زحمت میکنیم با این همه محبتی که چی برای خودت همینطور آسمان ریسمان به هم میبافی ها؟ بابت اون حرفی که محمد زد گفتم اگه اون که تمام شده رفت، سهو کرده بود، رهایش کن. خطا کرده بود، خدا کمک کرد فهمید. حالا تو چرا هی کشش میدی؟ پس یعنی الان شما عصبانی نیستی؟ خب نه. آخه دیدم هی دارین صلوات میفرستین. این که کار هر روزمه.
پیش از ترک خانه و باز کردن دکان یک آیت الکرسی و 14 صلوات پی قراول روز میکنم. شما از این عقیده ها نداریم؟ چرا چرا نه، ما هم همین کارو میکنیم. پس با اجازتون یا کم بشین. باری رو دوشم سنگینی میکنه، حرفی تو دلم هست، اگه نگم خدا ازم نمیگذره. خب بفرمایید، من به گوشم. تو جوان معقولی هستی، کار بی حساب نمی کنی، حرف بی حساب نمی زنی، راه بی حساب نمیری. اما این رفیقت بد جوری کلش باد داره، نمی دانه چه می خواد بخره، چه می خواد بکاره، چه می خواد درو کنه. راستش کاکی مراد، باید زودتر از اینا بهتون میگفتم. قضیه اینه که این محمد نگو. نمیخوام بیشتر از این بدانم، بارم را سنگین نکن. اگر هوایی تو سرشه از سرش بدر کن، برش گردون ولایتش. نمیتونم کاک مراد، نمیتونم، به حرف من نیست. از خودت راحت را بگیر، برگرد، هم پاش نشو. اونم نمیتونم، قول دادم مواظبش باشم. برای مواظبت از همچین جوانی قول دادی؟ های های، قول دادم، مجبور بودم. پدرش؟ مادرش؟ به که قول دادی؟ به خواهرش. پس همانی که میگفتم درست. مجنونی، اینجات خراب نیست ها؟ اینجات خرابه. نه کاک مراد، من اصلا به من نگو، خودم دردش را کشیدم. 3 سال آزگار سر کوه با یک برنو، هیچ بنی بشری نتوانست پایینم بیاره. ای بابا، گفتم برو یکم زبون بریز، نقص امیر ارسلان تعریف کن. چشم سیاه یک دختر غریب اسیرم کرد. شانس ما ای هوار، شانس ما صاحب این دو چشم دختر یک دانه رئیس نظمیه ای بود که تازه آمده بود ولایت ما اینجا نظم و امنیت برقرار کنه. میدانی چه کردم؟ با پای خودم از کوه آمدم پایین، رفتم پاسگاه پیش پدرش، دستامو گذاشتم روی میزش، گفتم ها، یا اسیرم کن بفرستم حبس، یا به غلامی قبولم کن. آخه خودم باید برم. 2 سال حبسم که تمام شد به سر آمدم اینجا. میدانی چه کردم؟ باز رفتم پاسگاه سراغ پدرش، این گوله آتش دیدم نشسته پشت میزش، رفتم جلو، اما قبل از اینکه دهم باز کنم نگاهم کرد و گفت آن حق دولت بود که خودش ستاند، میمانه حق باوک یک دختر که میتوانه به خواستگارش بگه ها، میتوانه بگه نه. اگه دختر بگه باشه، ما هم میگیم مبارک. نور به قبرش ببره، مرد بزرگی بود. دخترش همینه که الان مادر بچه های ماست. پس جوان، دردت را میدانم، میدانم که میگویم سیاهی چشم یار گرانتر از سلسله زنجیر اغیار. شنیده بودی اینو؟ من حتی نمیدونم چشماش شرنگیه. اما اسیری چاوکم، اگه نبودی، اگه به خاطر اون نبود، مگه میشد راه بیفتی و این همه راه رو بیای، روزگارت رو سیاه کنی و همراه این برادر کله خرابش راهی کوه و دشت و صحرا بشی؟ نه، نمیشه، 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 عاشقی.
خیلی خاطرش میخواد که این همه در پسر رو به جان خریدی و همراه این برادر. محمد، من اصلا من اشتباه کردم. رفاقت مال فیلم ها و قصه هاست، فقط بیرون فیلم و قصه فقط نامردی و نارفیقیه. تا حالا فکر میکردم یه برادر دارم که فقط من سر رفاقت پا مسته. رو رفاقتت قسم میخوردم، اما خر بودم، به قول خودت بچه بودم. اما تو یه چیزی رو نمیدونستی، من زیر دین هیچ مردی نرفتم، نامردا که جای خود دارن. محمد فقط یه چیزی رو بدون، عرضش رو دارم، خودم را هم پیدا میکنم. محمد برو پیش رونه، دیوانگی میکنه، برو. محمد دارم با حرف میزنم. دستو ول کن بابا، من با نامرد حرف نمیزنم، با کسی که با چشه هیز و نامرمش به اینو زدم. یاد بگیری دیگه بی خودی به کسی تهمت نزنی. من اولاق که به خاطر تو این نفرم زندگیمو گرفتم، کف دستم زدم به کوه بیابون، این چی؟ حداقل حرمت خانواده‌تو نگهدار احمق. چه تو نگه نداشتی؟ تو؟ من نگه داشتم، به هرچی که اعتقاد داری نگه داشتم. کور بشه چشمی که بره تو خونه رفیقش حرمت بشکنه. پس اون حرفا چی بود؟ خونه کاک مراد هان؟ از این چیزا بدباره، نمیتونی راحت بلندش کنی، جا به جاشون کنی، این ور اون ور بذاریشون. توی زندگیم بعضی حرفا بدبار میشه، چیز عجیب غریب بد ناجور و ناروا نیست ولی بدباره. هر کاری میکنی نمیتونی به زبون بیاریش، اینه یه قده میمونه بیخ گلوت، دنبال وقت میگردی نیشتر بزنی و بتره کنی، اما هر کاری میکنی نمیتونی. داری با من حرف میزنی؟ آره دارم با تو زبون نفهم حرف میزنم. محمد، من و تو با هم رفیقیم، اینو گفتم که خوب تو گوشت فرو کنی، رفیقیم. من تا حالا هیچ وقت به خواهرت با هیچ نیت بدی نگاه نکردم. همین الانم اگه از من بپرسی رنگ چشماش چیه نمیدونم، بپرسی تیر هست یا روشن نمیدونم، بابا لامصب نمیدونم، چون واسه اولین باری که دیدمش داشت خرید عقدشو میکرد، بعدم خواهر رفیقمه و یه دختر درمونده که کمک میخواست. این تا اینجاش، تا دیروز پیروز این سهم رفاقتمون، حالا رفاقتو میذاریم کنار، میخوام این بار بدبارو خوب به دوشم بکشم. نگاه کن، این رفاقتمونه محمد، خب میذاریمش کنار، میشیم چی؟ دو تا آدم غریبه. حالا من غریبه با توی غریبه دو کلمه حرف دارم، گوش میکنی؟ ببین غریبه، اسم من طاهر فردوسه، چهار ستون بدنم سالمه، دستم به دهنم میرسه،
دنبال کج را رفتن و چه میدونم دود و مواد و اینجور چیزام نیستم. دو واحد دیگه از دانشگاهم مونده، اگه پاسش کنم لیسانسم. اونجام یه کاری دارم، یکی از رفیقامو باید از مرز رد کنم. هر وقت رفیقمو رد کردم باید 1000 کیلومتر برگردم و برم در خونه اون دختر رو ازش خواستگاری کنم. خب از قضای روزگار این دختر خواهر شما در اومده غریبه. حالا اگه تو رسمتون اینه که اگه کسی میره خواستگاری بزنین تو گوشش، بفرما بزن، ولی اگه جوابشو میدین منتظرم. جوابمو بده. تو گفتی نمیدونی چشاش چه رنگیه. هنوزم میگم نمیدونم. نمیدونی قدش بلندی؟ نمیدونم. نمیدونم محمد، این چیزها رو از من نپرس، چون من واسه این چیزا نمیخوام برم خواستگاریش. پس چی؟ دختری که بتونه پای برادرش انقدر وایسه، پای شوهرش هم میتونه وایسه. دختری که اینقدر محبت واسه برادرش داشته باشه، نصف اونا واسه شوهرش داشته باشه، از سر منم زیاده. این معرفت ها رو دیدم که داره. حالا هر وقتم رفتم خواستگاریش رنگ چشماش هم میبینم. بده من اونو. حالا رفاقتی جوابتو بدم یا غریبگی؟ هر جوری دلت میخواد جواب بده. اول رفاقت منفاقتو میذارم کنار و غریبگی جوابتو میدم. هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن. حالا رفاقتی جوابتو میدم. هیچ خری رو ندیدم اینجوری زن بگیره. هیچ خری رو ندیدم این همه حرفای خدا پیغمبری اونقدر بپیچونه و مثل یه قده تو گلوش نگه داره. ستایش بدون اجازه من به تو بله نمیگه. اینو میدونستی؟ میتونی به ستایش بگی من موافقم. هیچ خانواده ای نباید یه همچین داماد خری از دست بده. میخوام جام سرنگو ببینم. بله قربان. او کار فوریه. بفرم. چه خبر سروان؟ جناب سرنگ، مخبراتی دستگیرشون نشد، اما همین الان از ده قارقاش یه خبر برای من آوردن. خب؟ دو نفر با مشخصاتی که با سرباز نادری و طاهر فردوس مطابقت داره الان تو اون ده هستن. ظاهراً مهمون کاکمرادن. کاکمراد مهابا؟ برای جناب سرنگ. اون که حال این کارا نیست. منم میدونم، اما مشخصات مهموناش با این دو نفر کاملاً مطابقت داره. او کدر اکان تواب بید. خواهر اقیم نیم؟ برو برش. برو. سر چو. سلام. سلام. خوش آمدید. خوش آمدید. سلام. سلام علیکم. رفیقت کجا ماند؟ داره میاد. تو راهه. ها هم دعوا کردین؟ دعوا؟ دعوا واسه چی؟ نه با داشتیم یکم هم حرف میزد. میخواست قبل از رفتنم از خواهرم خواستگاری کنم. سلام. سلام علیکم. شما شهریار رسمتان موقع خواستگاری با هم کلکشتی بگیرین؟ همیشه که نه. بعضی وقتو که دامادا دیوونن اینقدر میزنیمشون تا عقلشون سر جاش میاد. بعضی هم که عقلشون سر جاش میاد یه دفعه پشیمون میشن و برمیگردن. اینی که من میشناسم نه پشیمون میشه نه بر میگرد. اصلا عقلی نداره که بخواد سر جاش بیاد. ای جوان. ای جوان. هیچ وقت از زن گرفتن اینطور حرف نزن. مرد تا زن نگیره و بار زندگی رو دوشش نندازه مرد نمیشه. بابا چی شده شما هی از بار بار حرف میزنین امروز؟
چه خبر شده؟ های های جوانی 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 میگم طاهر چیه محمد؟ میگم اگه یارو مشکین آبادی کلک زده باشه چی؟ نمیزنه رو پیشونیش که ننوشته اگه کلک زد چی؟ چرا باید کلک بزنه؟ چه خیلی واسش داره؟ چی بهش میرسه؟ فعلا که یه ماشین مفت رو هوا گیر آورده چرا برای به دست آوردن یه ماشین باید این همه قصه و کتاب سرهم کنه ها؟ یارو رو که از تو خیابون پیداش نکردیم طرف نشونی داره خونه داره زندگی داره تو نمیخوای قبل از حرف زدن یه ذره به مخت فشار بیاری؟ اوه 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 ترمزو بکش ناسلامتی من برادر زنتم ستایش اگه بفهمه با من اینجوری حرف زدی روزگارتو سیاه میکنه دوباره زدی به مسخره بازی؟ پس اگه ریگی به کفشش نیست چرا تا حالا پیداش نشده؟ محمد یارو که نرفته نخود لوبیا بخره باید بره یه بابایی رو ببینه اون بابام باید بره یه بابایی اونور مرز پیدا کنه تا اون بابا بیاد کارهای تو رو راست و ریس کنه گرفتی؟ باها تا این باباها بخوان کار ما رو راست و ریس کنه که ما بابامون در اومده برو سراغشون سروان عجب سرنگ دستگیرشون کن یه اکیپ کامل بفرست میفهمی؟ عجب سرنگ